درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدرمهر گرامی هستم با 70مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان. ما مجموعه های دیگه هم داشتیم با هم. توصیه میکنم دوستانی که علاقه مندن به شناخت فرهنگ ایران، مجموعه امشاسپندان و آینه مهر و خدای‌نامه ها هم نگاهی بهش بیندازن. خب میریم پیش پدر هومر تا 70مین قسمت شاهنامه با هومر آبرامیان که میشه 27مین قسمت از داستان سیاوش رو با هم پی بگیریم. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به فرزندان پاکسرشت ایران بوم، پسران و دخترانی که با اندیشه و دانش و بینش نو به نبرد با تاریکی های هراس‌انگیزی برخواستند که آسمان و زمین و آب و خاک و گیاه و جانور را در نیابومشان به تباهی کشاندند. پسران و دختران نو اندیش و پرنیرو که حافظوار می روند تا فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند، به شادی گل برافشانند و می در ساغر اندازند. با شناختی که کم و بیش از کارنامه ایران دارم، این سرزمین اهورایی افشین جان در هیچ دوری از تاریخ پسران و دخترانی به آزادگی، تیزهوشی، ژرف‌نگری، میهن‌دوستی، دانش پروری و جان افشانی در راه میهن از جنس پسران و دختران امروز به خود ندید است. این را میتوان یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده ها در این سرزمین تاریخی به شمار، چرا که حوزه های دانشسوز علمیه و آخوندهای گندیده مغز پوسید استخوان 45 سال پیاپی همه داشته های این سرزمین و همه دانش و توانش و همه آنچه را که از دروغ و فریب و نیرنگ و یا به پردازی های دینی در چنته داشتند را به کار بردند تا فرزندان ایران بوم را از دامن پرمهر میهن برکنند و در زیر عبای چرکین خود جای دهند. ولی آنچه را که به دست آوردن درست وارون آن چیزی بود که میخواستند. در 45 سال گذشته آخوندهای گندید دهان بسیار کوشیدند تا زنان آزادی ایرانی را همانند کنیزان چشم و گوش بسته در شبستان خود بکار گیرند. ولی دختران خوبچهر و بالا بلند ایرانی زهر در کامشان ریختن، تا جایی ترس آخوندها از دختران ایرانی بسیار بیشتر از ترس از تاریکی از روشنایی است. آخوندهای دیوخو میخواستند از پسران ایرانی غلام بچه و غلام حسن و غلام حسین و غلام علی و سرباز امام زمان بسازند، ولی پسران دلیر و آگاه ایرانی پشت به الله و رسول و امام و امامزاده و امام زمان و آخوند و مسجد و روی به ارزش‌های فرهنگ ایران شهری کردند و همه کار و کوشش 45 سالی آخوند را به آبریزگاه تاریخ فرو ریختند. درود و آفرین همه پهلوانان و دلیران شاهنامه و همه بزرگ مردان و بزرگ زنان ایرانی بر پسران و دختران و خوب امروز ایران با. تاریخ از شما به نیکی یاد خواهد کرد. سپاس ویژه دارم از سرپرستی و گروه کارگزاران تلویزیون خوب گردآفرید که در پخش و بازپخش این رشته برنامه ها و گسترش فرهنگ ایران شهری از هیچ کوششی دریغ نمی پرسند. برگردیم به داستان سیاوش. این داستان رو تا به دانجا پی گرفتیم که افراسیاب دوباره گرسیوز را به دیدار سیاوش فرستاد تا او را به آمدن به دربار خود فرا بخواند. گرسیوز پیکی را به سوی سیاوش فرستاد و از او خواست که آیین پیشباز به جا نیاورد. سیاوش از شنیدن این پیام به اندیشه فرو رفت. در انجام گرسیوز به کاخ سیاوش در آمد و پیام افراسیاب را به دور رساند که افراسیاب خواهان دیدار توست. سیاوش با شنیدن این پیام شادی بخش
چون این داد پاسخ که با یاد اوی نگردانم از تیغ پولاد روی. من اینک به رفتن کمر بستم، لگام با لگام تو پیوستم. سه روز اندر این گلشن زرنگار بباشیم و از باده گیریم کار. که گیتی سپنج است پر درد و رنج، بدان کس که با غم زید در سپنج. چو بشنید گفت خردمند شاه، بپیچید گرسیوز کینخواه. گرسیوز از شنیدن این پاسخ مهرآمیز سیاوش ناخرسند است. پیوند مهر و دوستی میان سیاوش و افراسیاب را بر نمیتابد. به دل گفت ار ایدون که با من براه، سیاوش بیاید به نزدیک شاه. بدین شیر مردی و چندین خرد، گمان مرا زیر پی بسپرد. در برخی از نسخه به جای گمان نوشتند کمان، که نشان کمدانشی نسخه نویس است. در اینجا گمان همان اندیشه های فریبکارانه و خانمان برانداز است، کاری به کمان و کمانکشی ندارد. با خود میگوید با این سرشت پاکیزه و این دلیری و خردمندی و فر و شکوهی که سیاوش دارد، همه نقشه های مرا برباد خواهد. سخن گفتن من شود بیفروغ، شود پیش او چاری من دروغ. چاره در اینجا همان رای و اندیشه تباه کننده جان و جهان است، از جنس همان چاره جویی هایی که جیمی کارتر فردنشین آمریکا، جیمز کالاهان نخست وزیر انگلستان، جسکار دستان نخست وزیر فرانسه، هلموت شمید فردنشین آلمان و خمینی و خامنه‌ای و کمپانی های بزرگ نفتی و بانکداران بزرگ جهان در 45 سال گذشته برای ما اندیشیدند و آتش به خرمن هستی ما زدند. این اصلا جنس است. یکی چاره باید کنون ساختن، دلش را به راه بد انداختن. همه نیروهای اهریمنی خود را باید به کار گیرم تا سیاوش را در دام بدگمانی دراندازم، تا کاری کند وارون خواست افراسیاب. زمانی همی بود و خاموش بماند، دو چشمش به روی سیاوش بماند. فرو ریخت از دیدگان آب زرد، به آب دو دیده همی چاره کرد. آب زرد را میتوان همان آب پاک دانست، آب پاکیزه، آب زلال. راه چاره را در گریستن، به خود را غمخوار نشان دادن میداند. اشک به چشم می آورد، میگریه، از جنس گریه های سید علی خامنه‌ای. سیاوش ورا دید پر آب چشم، به سان کسی کو بپیچد ز خشم. بدو گفت نرم ای برادر چه بود، غمی هست کان را نشاید شنود. گر از شاه توران شدستی دژم، به دیده در آوردی از درد نم. من اینک همی با تو آیم به راه، یکایک بگویم به نزدیک شاه. در برخی از نسخه ها آوردند کنم جنگ با شاه توران سپاه. نادرستی سخن از راه دور پیداست. چرا سیاوش با دیدن چشمان آلوده به اشک گرسیوز که خود از او بدگمان است باید آماده جنگ با افراسیاب و سپاه توران بشود؟ بدان تازه بهر چه آزاردت، چرا کهتر از خیشتن داردت؟ چرا در پی آزار توست؟ تو برادر تنی او هستی، چرا باید تو را کمتر از خود بشمارد؟ اگر دشمنی آمدست از پدید، که تیمار و رنجش بباید کشید. و بهتر بود می گفتم اگر دشمنی آمدست از پدید، که تیمار و رنجش بباید کشید. من اینک به هر کار یار تو هم، چو جنگ آوری
مایه دار تو هم. اریدون که نزدیک افراسیاب تو را تیره گشته است بر خیره آب. تو را تیره گشته است بر خیره آب، یعنی اگر ارج و والامندی تو نزد افراسیاب بر سر هیچ و پوچ و بیهوده به تیرگی گرایید است. آب همان ارجمندی بالایی. به گفتار مرد دروغ آزمای، کسی برتر از تو گرفته است جای. اگر مرد دروغ پردازی با سخنان دروغین خود از عرج و والامندی تو نزد افراسیاب کاسته است، همه راز این کار با من بگوی که من باشمت زین قمان چاره جوی. بدو گفت گر سیوز ای نام دار، مرا این سخن نیست با شهریار. نه از دشمنی آمدستم برنج، نه از چاره دورم به مردی و گنج. از چاره دور بودن به مردی و گنج یعنی به جرفای ناتوانی و نیروی رزم‌آوری و دارایی و توانمندی فرو افتادن. میگوید چنین نیست، من نه کمبود سپاه و جنگ ابزار دارم، نه از گنجم چیزی فرو کاسته شده است. غم من غم سنگین تری است. ز گوهر مرا با دل اندیشه خواست که یاد آمدم زان سخنهای راست. من به یاد سرگذشت پدرانمان افتادم، سخنانی که پیشینیان برای ما بر جای گذاشتند. چرا این همه تنش و ناسازگاری میان ایران و توران پدید آمد؟ ببینید کجا میبرد سیاوش. نخستین ز تور اندر آمد بدی، که برخاست زو فره ایزدی. یسی وز از نوادگان تور است و سیاوش از نوادگان ایرج. یسی وز فریب کارانه از گناه و زشکاری های نیای خود که تور باشد یاد می کند و می گوید که تور فره ایزدی را از دست بداد و دست به خون برادر خود ایرج یازید. شنیدی که با ایرج کم سخن به آغاز کینه چف کند بن. از آن جایگه تا به افراسیاب شد این بوم توران و ایران به آب. به آب شدن همان برباد رفته است. در اینجا خود را یک خردمند غمخواره نشان می‌دهد و به خردگیری از ستمباریگی ها و نابخردی های تور پسر فریدون برادر ایرج می‌پردازد که با ریختن خون برادر بیگناه مایه سیه روزگاری هر دو تبار ایران و توران شد. به یک جای هرگز نیامیختند، زبند خرد هر دو بگریختند. گوینده این سخن بیگمان خود فردوسی است نگر سیوش. ما تا کنون گمان می‌بردیم که خرد گشاینده هر گونه بستگی و گشاینده همه راه بنداست. اکنون می‌فهمیم که خرد خود بزرگترین بند است. براستی چگونه است که خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود، خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس، خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدت روزگار. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا به دور روشن است. چو خواهی ستایش پس مرگ تو، خرد باید ای نام ور برگ تو. نکوتر هنر مرد را بخردی است، که کار جهان و ره ایزدی است. دلی که از خرد گردد آراسته، چو گنجی بود پرزر و خواسته.
تنومند کورا خرد یار نیست، بگیتی کسورا خریدار نیست. کسی را کش از بن نباشد خرد، خردمندش از مردمان نشورد. خردمند که این داستان بشنود، به دانش گراید به دین نگرود. خرد گیر کارایش جان بود، نگهدار گفتار و پیمان بود. هر آن نامور کو ندارد خرد، ز تخت بزرگی کجا برخورد. برامش بود هر که دارد خرد، سپهرش همی در خرد پرورد. این همه در ستایش خرد، و اکنون در پی این همه ستایش های شورانگیز، همان گشاینده راهبند های سخت گذر را بندی سنگین بر پر و پای آزادگان می داد. چرا؟ تا از راه داد و از چرخه سامان و هنجار هستی که همان راستی است پای بیرون ننهد. این سخن بسیار درست است و بسیار اندیشه انگیز. خرد هم گشاینده بند هاست، هم بندی بر پر و پای نیکان و آزادگان با از راه داد و از راه راستی به در نشوند و راه بیبندوباری پیش نگیرند. سپهدار ترکان از آن بدتر است، کنون گاو پیشه به چرم اندر است. اکنون افراسیاب سپهدار توران که بر جای تور پسر فریدون نشسته، در اندیشه و گفتار و کردار از او هم بدتر است. ببینید این همه در زشتی تور سخن میگوید در پیشگاه سیاوش و سرانجام میگوید که تور افراسیاب برادر من که امروز پادشاه توران است از تور هم بدتر است. گاف پیشه نشان دورنگی است و گاف پیشه به چرم اندرون بودن نشان ناشناخته بودن کارها، ناپیدایی پایان کار و جز این خواست. نمی داریم تپید خواهد بود یا سیاه، نمی داریم چه خواهد شد. ندانی تو خوی بدش بیگمان، و تو تازه آمدی. نمی دانی، ندانی تو خوی بدش بیگمان. بمان تا بیاید بدی را زمان، زمانی که بر بدی به خود تو برسد. نخستین ز اقریرس اندازه گیر، که بر دست او کشته شد خیر خیر. خیر خیر یعنی بیهوده، بی هیچ انگیزه درست. در جاهای دیگر شاهنامه به چم سرگردان و پریشان هم آمده است. میگوید برای اینکه شناخت بهتری از گوهر و سرشت افراسیاب داشته باشی، بیاد بیاور که او چگونه دست به خون برادر بیگناه خود یاسید. برادر هم از کالبد هم ز پشت، چنان پرخرد بیگناه را بکشت. هم از کالبد هم ز پشت، یعنی هم از سوی مادر و هم از سوی پدر. مادر را کالبد، پدر را پشت میگوید. چرا که آدمی در زهدان مادر ریخت و کالبد میپذیرد. او برادر تنی خود که از یک پدر و یک مادر بودند را با چنان رفتار دشمنشانه کشت. ببین با تو چها نمیتواند کرد. بدین شیوه میکوشد تا تخم بدبینی و بدگمانی را در دل سیاوش به بار بنشاند و او را وادار به انجام کارهای ناشایست کند. از آن پس بسی نامور بیگناه، شدستند بر دست او بر تباه. پس از کشته شدن اقریرس، بس بسیاران دیگر بی کمترین گناه به دست افراسیاب کشته شدند. این سخن را درست میگوید، ولی میکوشد تا با یادآوری و باز نمود زشتکاری های افراسیاب، سیاوش را
وادار به انجام کاری کند تا سپس همان کار را انگیزه ای بسازد برای به آتش کشیدن زندگی سیاوش. مرا این سخن ویژه اندوه توست که بیدار دل بادی و تن درست. تو تا آمدستی بدین بوم و بر، کسی را نیامد بد از تو به سر. همه مردمی جستی و راستی، جهانی به دانش بیا راستی. کنون خیره آهرمن دل گسل، برا از تو کرده است آزرده دل. دل گسل یعنی دل شکن، نومید کننده، کسی که دل را می شکند. نکته بسیار شایان جرفتیری است. خودش خوب می داند که کردارش زشت و اهریمنی است. کنون خیره آهرمن دل گسل، برا از تو کرده است آزرده دل. این کار را خودش کرده است و در اینجا خودش را اهریمن، خیره اهریمن دل گسل میکنه. میداند که خودش به کردارش اهریمنی است. آنکه دل افراسیاب را درباره تو به چرک بدبینی آلوده است، خود اهریمن است. کدام یک از ما هنگامی که دست به کار زشت و ناروایی میزنیم از زشتی کار خود آگاه نیستیم؟ هستیم. کدام یک از ما هنگامی که میخواهیم دروغ بگوییم، ستمی بر کسی روا بداریم، مالی را که از آن خود کنیم، شایست را ناشایست و بیهوده را هوده نشان بدهیم، از زشتی کردار خود آگاهی نداریم؟ داریم. همه میدانیم که آن کار زشت و پلشت و اهریمنی است، ولی بی کمترین دودلی با آن زشتکاری دست میازیم یا با آن دروغ زبان میگشاییم یا دست به کار زشت دیگری بیزنیم. آگاهانه. این گرامی نامه که هم شاهنامه، هم رزمنامه و هم بزمنامه ماست، آینه وجدان ما هم هست. فردوسی سخن پردازی نیست که با پردازش بی پندای خود داستانهای سرگرم کننده در گوش ما بخونه. فردوسی آموزگاری است که دمادم گوش ما را می کشد و تلنگری بر وجدان خفته هر یک از ما می زند تا به هوش باشیم و در دام اهریمن درون خود نیافتیم. دلی دارد از تو پر از درد و کین، ندانم چه خواهد جهان آفرین. تو دانی که من دوستدار تو هم. ببینید، تو دانی که من دوستدار تو هم. به هر نیک و بد ویژه یار تو هم. نباید که فردا گمانی بری که من بودم آگاه زین داوری. داوری در اینجا به چه مثل تیزگری و دشمنی است. اگر فردا افراسیاب بلایی بر سرت بیاورد، گمان نبری که من در آن دستی داشتم. سیاوش بدو گفت من دیش از این، که یار است با من، که یار است با من جهان آفرین. اندیشه مکن که یار است با من جهان آفرین. سپهبد جز این کرده بودم امید، که بر من شب آرد به روز سپید. گر آزار بودیش در دل زمن، سرم بر نیافراختی او زنجمن. با پوزش یک بار دیگر از نو میخوانم. گر آزار بودیش در دل زمن، سرم بر نیافراختی او زنجمن. یعنی اگر از من آزردگی در دل می داشت، سرم را در میان همه سران جهان این همه بزرگ نمی کرد، نمی افراد. ندادی به من کشور و تاج و گاه، برا بوم و فرزند و گنج و سپاه.
کنون با تو آیم به درگاه او، درخشان کنم تیره گون ماه او. هر آنجا که روشن بود راستی، فروغ دروغ آورد کاستی. نمایم دلم را بر افراسیاب، درخشانتر است بر سپهر آفتاب. تو دل را به جز شادمانه مدار، روان را به بد در گمانه مدار. روان را به بد در گمانه مدار یعنی اندیشه‌های بد به دل راه بده. جهان آفرین یار و یاور برست، دیگران نباش. ولی افراسیاب تا کنون رفتاری دگرگونه با من داشت. همه آنچه را که امروز دارم از داد و دهش او دارم. او بود که پروانه ماندگاری در سرزمین توران را به من داد. ببینید این سخنانی که سیاوش میگوید به افراسیاب، تنها سخنان سیاوش به افراسیاب نیست، نشان فرهنگ مردم ایران است. اینکه ایرانی ارج مهربانی را میشناسد، ارج کار خوب دیگران را میشناسد. عرض می‌دهد او بود که پروانه ماندگاری در سرزمین توران را به من بخشید، زمین‌های خوب و بسیار فراخ دامن به من داد تا همه دانش و توانش خود در کار نوسازی جهان را به کار گیرم و شهرهای آباد و کاخهای سر به فلک کشیده برای خود بسازم. اگر این همه نمی کرد، من چگونه می توانستم این شهرهای زیبا را بسازم؟ به اینها بسنده نکرد، نازنین دختر خود فرنگیس را هم به همسری من داد. من اکنون در این سرزمین دارای همسر و فرزند گشتم و برخوردار از همه بهترین های زندگی. من به هیچ روی نگران آینده نیستم. این گونه سخن گفتن سیاوش جوان نشان دهنده بینش ژرف او و نشان دهنده فرهنگ ایران شهری است. ارج نیکی ها شناختن، ناسپاس نبودن در برابر نیکی ها. کسی کو دم اژدها بسپرد، زرای جهان آفرین نگذرد. در بسیاری از نسخه ها آوردن زرای جهان آفرین بگذرد، به جایی نگذرد. اینجا هم نادرستی سخن از راه دور پیداست. در اینجا از گذشته دردناک خود یاد می‌کند. برابر افسانه‌های جهان باستان، از دهان اژدها آتش می‌جهد. پس دم اژدها همان آتش جهانسوز است. کسی کو دم اژدها بسپرد، یعنی کسی که از درون آتش بگذرد. و این خود سیاوش است که بی کمترین گزند از میان دو کوه آتش گذشت. در اینجا میخواهد بگوید آن نیروی یزدانی، آن فره ایزدی که مرا از آن دم اژدها رهایی بخشید، در اینجا هم پاسدار و نگهدار من خواهد بود. پس من به هیچ روی از راه او سر نخواهم پیچید، یعنی از راه راستی سر نخواهم پیچید. هر چی پیش آید خوش آید. کسی کو دم اژدها بسپرد، زرای جهان آفرین نگذرد. بدو گفت در سیوز ای نام جوی، تو را آمدن پیش او نیست روی. در اینجا باز یک دوگانگی بدهنجار در نسخه های گوناگون شاهنامه دیده می شود. در برخی از نسخه ها آوردن بدو گفت در سیوز ای مهربان، تو را تو او را بدانسان که دیدی مدان. اگر این سخن را بپذیریم، در سیوس به سیاوش میگوید این افراسیاب که من میبینم آن افراسیاب که تو دیدی نیست، دگرگون شده است، بهتر است به او نزدیک نشوی. بدین گونه او را به نرفتن و شکستن فرمان افراسیاب برمی‌انگیزد. در نسخه دیگر بدو گفت در سیوس این نام جون،
تو را آمدن پیش او نیست روی، یعنی تو ناچار نیستی که فرمان افراسیاب را پذیرا شوی و به دیدار او بشتابی، بهتر است نروی. هر دو شیوه گفتار به یک برآیند میرسد. در هر دو جا کوشش در سیوس این است که سیاوش را به نرفتن برانگیزد. نرو. چرا؟ که فرمان افراسیاب را بشکند و سپستر به افراسیاب بگوید دیدی نخواست این که از من پیشباز نکرد، به پیشباز من که برادر تو و بزرگترین کس در تو را زمین پس از تو هستم نیامد و فرمان تو را هم به جایی نیاورد، فرمان تو را شکست، تو فرمان دادی که بیا نیامد. و دیگر به جایی که گردان سپر شود تند و چین اندر آرد به چهر. تند شدن گردان سپر بر کسی و چین اندر آوردن بر چهر نشان تلخ کامی و ناسازگاری روزگار و سرنوشت است. خردمند دانا نداند فسون که از چنبر او سر آرد برون. از چنبر کسی سر برون آوردن خود را از بند او رهانیدن است. آدمی هر اندازه که از خرد کاربند برخوردار باشد باز هم رازوارگی های سپهر را نمی شناسد و نمی داند که روزگار برای او چه در چنته دارد. از بهتر است که نروی. بدین دانش و این دل هوشمند، بدین برز و بالا و رای بلند، ندانی همه چاره از مهر باز، بباید که وقت بد آید فراز. با همه دانش و بینش و منش نیک و فر و شکوهی که داری چاره کار نمیدانی، ندانی همی چاره از مهر باز، یعنی شایست از ناشایست نمیشناسی و بخت بدایت فراز یعنی شوربختی و سیه روزگاری نزدیک توست و به زودی بر تو فراز خواهد آمد. همین مرد تو را بند و تنبل فروخت، به چاره دو چشم خرد را بدوخت. بند در اینجا یعنی فریب نیرنگ و تنبل یعنی جادو، و تو اون تو را جادو کرده است. نخواست آنکه داماد کردد به نام، به خیره شدی زان سخن شاد کام. خیره یعنی بیهوده. افراسیاب دختر خود فرنگیس را فریب کارانه به همسری تو در آورد تا تو را گرفتار دام خود کند و تو از روی ندانم کاری به این کار او دل بستی و دل استوار گشتی و ندانستی که او تو را جادو می کند. و دیگر کت از خیشتن کرد دور، تو را فرستاد گفت برو در اون سوی توران برای خود شهر بساز. و دیگر کت از خیشتن کرد دور، بر روی بزرگان همی کرد سور. بر روی بزرگان یعنی در برابر دید بزرگان همی کرد سور، یعنی مهمانی و جشن برگزار کرد ولی نخواست که تو در آن جشن ها به مهمانی ها باشی. بدان تا تو گستاخ گردی بدون، فرو ماند اندر جهان گفتگو. ببینید ژرفای پستی و فرومایگی این دیوزاد خامنه ای سرش را. میگوید او دخترش را به همسری تو درآورد تا پرده بیگانگی و رودربایستی میان تو و خودش را از میان بردارد، تا تو خود را به او نزدیکتر ببینی و او بتواند این نزدیکتر شدن را در شمار گستاخی و فزونخواهی تو بگذارد و آن را دستمایه تبهکاری های خود و کشتن تو کند. تو را همز اقریرس هوشمند فزون نیست کیشی و پیوند و بند. تو را همز اقریرس هوشمند فزون نیست خیشی و پیوند و بند. میانش به خنجر بدونیم کرد، دل نامداران
افراس بیم کرد. تو هر اندازه به افراسیاب نزدیک باشی، نزدیکتر از برادر تنیش اقریدس نخواهی بود. او چنین برادر نیکسرشتی را با خنجر بدونیم کرد. ببین با تو چه خواهد کرد. نهانش ببین آشکارا کنون، چنان دان دلاسودی گردی بخون. من با این سخنان پرده از پنهان افراسیاب برداشتم تا تو سرنوشت خود را بدانی و چاره بیندیشی. مرا هر که اندر دل اندیشه بود، خرد بود و از هر دری پیشه بود، همان آزمایش بود از روزگار. از این کینه‌ور تیر دل شهریار، همه پیش تو یک به یک راندم، چو خورشید تابنده برخواندم. من با تکیه بر آزمون دیرینه خود به شناخت ژرفی که از این شهریار تیر دل دارم، همه را با تو در میان گذاشتم و راستی ها را به روشنی، روشنی روز، روشنی آفتاب پیش تو باز گشودم. اکنون خود داری به ایران پدر را بینداختی، به توران همیشه آرسان ساختی. چون این دل بدادی به گفتار اوی، به گیتی همی گرد تیمار اوی. تیمار یعنی غمخواری، در غم کسی انباز شدن. تیمار، پس تو پشت به پدر کردی، سرزمین پدریت را واگذاشتی و به اینجا آمدی. در اینجا برای خود شهری باشکوه ساختی و چنان فریب سخنان فریبنده او را خوردی که غمخوار او شدی. درختی بودین برنشانده به دست، که جا بار او زهر و بیخش کبست. کبست میوه تلخیست همانند دستنبو، که آن را خربزه تلخ هم گفتند. در اینجا نماد تلخی و تلخ کامگیست. این درختی که به دست تو و افراسیاب کاشته شد، بیخش تلخ و برابارش زهر است. همه آن پیوندهای مهر و دوستی که میان سیاوش و افراسیاب پدید آمد را با این سخنان از میان بر می‌دارد، همه را تباه کرد. همی گفت و مژگان پر از آب کرد، پرافسون دل و لب پر از باد سرد. باد سرد یعنی دریغ و افسوس. سیاوش نگه کرد خیره برون، ز دیده نهاده برخ بر دو جوی. اشک جاریست از هر دو چشمانش. ز دیده نهاده برخ بر دو جوی، بیاد آمدش روزگار گزند. که از او بکسلت مهر چرخ بلند، به روز جوانی سرایت کار، بسی بر نیاید بر او روزگار. دلش گشت پر درد و رخسار زرد، بیاد دارید که خوابی دید و اخترشناسان هم به او گفتن که تو در جوانی زندگی را به درود خواهی گفت. اکنون به یادش میآید با سخنان گرسیب است. پس چنین است، پس افراسیاب مرا خواهد کشت به هیچ انگیزه ای. دلش گشت پر درد و رخسار زرد، پر از غم دل و لب پر از باد سرد. بدو گفت هر چون که می بنگرم، به پادفره بد نندر خورم. پادفره از واژگان پارسی کهن و به چم کیفر سزاست. پاک دلانه به گرسیوز می گوید که هرچه بکرد و کار خود می نگرم، خود را شایسته چنین سرنوشت بدفرجام و چنین کیفر بدهنجار نمی دارم. ز گفتار کردار بر پیش و پس، ز من هیچ ناخوب نشنید کس. چو گستاخ شد دست با گنج اوی، بپیچید همانا تن از رنج اوی. اگر چه بدایت همی بر سرم، هم از رای و
فرمان او نگذرم. دوستان به یاد دارید که من در همه نشست ها روی یک بخش از فرهنگ ایران تکیه کردم، آن پیمانداری است. شاید همین گونه سخنان جانمایه داستان سیاوش باشد. اگر چه بدایت همی بر سرم، هم از رای و فرمان او نگذرم. این سخن سیاوش جانمایه داستان زندگی این جوانمرد تک‌دار است. میگوید هر بدی که بر من روا دارد، من سر از فرمان او نخواهم کشید و پیمانی که با او بستم را نخواهم شکست. این آن گوهر گرانبهایی است که در همبودگاه ما ایرانیان گم شده است و این آن چیزی است که باید دوباره آن را به دست آوریم و گردن‌آویز خود کنیم. اگر کاخ سر به آسمان کشیدی که فرهنگ ایران را ساخته شده از سنگ‌های گرانبهایی مانند مهرگستری، شادی پراکنی، دادگری، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک، جوانمردی، رادی، جوانزنی، مهمان نوازی، نوشوندگی و نوسازی و دیگر فروزه هایی از این دست بدانیم، آن ملاتی که این سنگ های پرفروغ را به هم چسبانده و این کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران را فراز آفریده است، همان فروزه پیمانداری است. اگر این ملات، این شیری چسبندگی سنگ ها از میان برود، همیهنانم، همه این کاخ ورجاوند بنیاد در هم فرو خواهد ریخت. و سیاوش این را به خوبی می‌داند. می‌خواهم بگویم ایمانداری در بینش ایرانی، در فرهنگ ایران، به هر بهایی، به هر بهایی ایمان نمی‌باشد. یاوش این را به خوبی می دارد. ز پیمان نگردند ایرانیان. ایرانی به هیچ بهایی از پیمانی که بس نمی گردی. می توانی پیمان نبندی. می توانی پیش از بستن پیمان ژرف نگر باشی و خردمندانه بیندیشی. آنگاه پیمان ببندی. ولی همین که پیمان بستی، به هیچ بهایی، حتی به بهای جان، نمیتوانی پیمان بشکنی. یعنی چه؟ یعنی پیمان از جان هم گرامی تر است. چرا؟ چون شکستن پیمان شکستن همه ارزش های زندگی است. از این روز که میگوید اگر چه بدایت همی بر سرم، هم از رای و فرمان او نگذرم. نکته این نیست که من به دست افراسیاب کشته بشوم یا نشوم. 30 سال یا 40 سال بیشتر زنده باشم یا نباشم، نکته این است که من برابر آنچه که از رستم آموختم، پیمانی را که بستم هرگز نخواهم شکست. این بزرگترین و بایسته ترین خیشکاری من است، چرا که انجام خیشکاری پیمانی است با خود و با جهان، با خود و با خدا. آدمی تنها از راه خیشکاری است که میتواند در جهان هستی به فروهر خود بپیوند. تنها از راه خیشکاری است که میتواند از نیک و بد گیتی بگذرد و با گوهر هستی بخش یگانه و این همان شود. در مهریش که زیباترین بخش از گرامینامه اوستاست میخوانیم، اگر خانه خدا یا ده خدا یا شهربان یا شهریار پیمان شکن باشد، مهر خشمگین و آزرده
خانه و ده و شهر و کشور و بزرگان خانواده و سران روستا و سروران شهر و شهریار کشور را تباه کند. اگر شهریار ایمان بشکند، اگر یک جوان، یک زن، یک مرد ایمان بشکند، تنها خودش ویران نمی شود، کشورش هم ویران می شود. سیاوش مرد جنگ است، ولی نه مرد جنگی بی فرهنگ. سیاوش خود آینه تمام نمای فرهنگ ایران است. چون این مردی نمی تواند سر از خویشکاری برتابد و پیمان بشکند. او می داند که پیمان شکنان مایه ویرانی و دروغ گویان مایه تباهی کشورند. باستاب جهانبینی سیاوش را گرامینامه اوستا به روشنی نشان می دهد. آنجا که اهورامزدا به زرتشت می گوید ای سپیدمان، ای زرتشت، مبادا که پیمان بشکن. اهورامزدا خداوند جان و خرد به زرتشت می گوید ای سپندمان، سپیدمان، مبادا که پیمان بشکنی، نه آن پیمان که با یک ناراستکار بسته ای، نه آن پیمان که با یک اشوند بسته ای. چه پیمان با هر دو درست است، خواه دروند خواه اشوند. نمی توانی بگویی که فلانی چون به من دروغ گفت، چون بدکاری کرد، چون پیمان شکست، پس من هم پیمان میشم. نمی شود. پیمان با هر دو درست است، چه با دروند چه با اشوند، یعنی چه با مردان نیک رفتار یا مردم نیک سرش و چه با مردم بد سرش. او با افراسیاب بدکنش و ناراستکار پیمان آشتی بست. 100 تن از خویشاوندان نزدیک افراسیاب را پایندان این پیمان گرفت، گروگان گرفت، و سپس در پی پیمان دیگری همه گروگان ها را به خانواده های خود باز کرد. اکنون چگونه می تواند به دستاویز ناراستکاری های افراسیاب پیمان بسته شده را بشکند و کاری وارون آن پیمان کند؟ از دید سیاوش جنگ برای کوتاه کردن دست دشمنان است، نه برای فزون خواستن و خون ریختن و نغمه شادمانی را از روی زمین برداشتن. بیایم کنون با تو با من بی سپاه، ببینم که از چیست آزار شاه. آقا میایم بدون سپاه، خودم تنها با تو، ببینم که از چیست آزار شاه. چرا از من دلگیر شده است؟ بدو گفت گر سیوز ای نام جوی، تو را آمدن پیش او نیست روی. نیست روی گفته بودم، یعنی بایسته نیست، نیازی نیست. به گفته تازیان مصلحت نیست. به پا اندر آتش نباید شدن، با پای برهنه نباید رفتن در آتش، نه بر موج دریا دل آسان بودن. همی خیره بر بد شتاب آوری، همی بخت خندان به خواب آوری. چرا بیهوده در رسیدن به بخت بدهنجار خود شتاب می‌ورزی و بخت خندان را از خود می‌رانی؟ شتاب نکن، نیا. اگرچه تو نیازی نیست، شایستی نیست که بیایی. همانا تو را من بسم پای مرد، بر آتش مگر برزنم آب سرد. پای مرد یعنی میانجی، خواهشگر، به گفته تازی گویان شفیع، یاری دهنده، دستگیر، یار و یاور. با این شرب زبانی میکشد سیاوش را از رفتن به پیشگاه افراسیاب باز دارد تا به افراسیاب بگوید دیدی درست گفتم، دیدی او فرمان تو را پشیزی به ها نداد و نیامد. یکی پاسخ نامه باید نوشت، به جایی که بیایی پاسخی بنویس. پدیدار کردن همه خوب و زشت، زکین گر ببینم سر او توهی،
درخشان شود روزگار بهی. تو یک نامه بنویس، من اگر ببینم که او آدم شده است، سرش تهی از کینه، آنگاه درخشان شود روزگار بهی. سواری فرستم به نزدیک تو، درخشان کنم رای تاریک تو. امید استم از کردگار جهان. ببینید از کردگار هم سخن میگوید، درست مانند آخوندها که این همه الله الله اسلام اسلام میگویند به این همه زشتکاری. امید استم از کردگار جهان، شناسنده آشکار و نهان، که او باز گردد سوی راستی، شود دور از کجی و خواستی. همیهنانم، این یکی از تلخترین ریشخندهای روزگار است که ضحاک از داد سخن میگوید، اگر سیوس از کجی و کاستی. یاد دارید در داستان ضحاک، انگامی که هراس از فریدون بر جان آن پتیاره افتاد، بزرگان کشور را فرا خواند و گفت: یکی دفتر اکنون بباید نوشت، که جز تخم نیکی سپهبد نکشت. نگوید سخن جز همه راستی، نخواهد به داد اندرون کاستی. اینجا در سیوز از نیکی سخن میگوید. در نشست آینده افشین جان به کرانه هایی از این ریشخند تلخ روزگار با هم نگاهی خواهیم داشت، تا ببینیم که چه میشود روزگار اینگونه ما را به ریشخند میگیرد. اگر سخنی هست گوش میکنم. سپاسگزارم پدر عمر. فقط من یه پرسشی دارم. این در رابطه با پیمان شکنی گفتین که مثلا اگر کسی پیمان شکست، ولی ما پیمان شکنی نمی کنیم. یعنی راه اون پیمان داری اینه که ما دیگه کار نداریم که اون طرف مقابل کیه، هر کس هست وقتی باش پیمان بستیم پیمانه. من میخواستم بگم که پس مثلا ما میتونیم پس همین رو تعمیم بدیم، ادامه بدیم به اینکه خب بس اگر اون اعدام میکنه ما اعدام نمیکنیم، اگر اون شلاق میزنه ما شلاق نمیکنیم، اگر اون مجازات سخت میکنه ما مجازات نمیکنیم و حتی میبخشیم. میشه این کار، میشه این گونه در ادامه این پیمانداری اینجوری رفتار کرد؟ درست همین است افشین جان، درست همین است. ببینید هنگامی که روشنایی روز آمد، نشانی از تاریکی نیست. هنگامی که ببینید اونچه که امروز در نیابوم اخرای ما میگذرد، این همه اعدام ها، این همه تجاوز ها، این همه دستیازی ها، تازیانه زدن ها، بسمان به گردن بیگناهان انداختن ها، همه اینها نشان تاریکی است. ما چه میخواهیم؟ فرهنگ ایران چیست؟ روشنایی، خورشید، آفتاب. همین که آفتاب فراز آمد، تاریکی به خودی خود میگریزد. حالا اگر چنین باشد که من هم همون کارها انجام بدهم، و من دل به تاریکی سپردم. اگر من هم بخواهم به زنان و دختران آنها تجاوز کنم، من چه برتری دارم؟ من از کدام فرهنگ سخن میگویم؟ فرهنگ ایران چیز دیگری است. ز پیمان نگردند ایرانیان. این را در یکی از داستانها، هنگامی که ارتش توران در برابر ارتش ایران شکست میخورد، درخواست میکنن که بزرگان توران از بزرگان ایران درخواست میکنن که بسیار خوب، ما سپر میافکنیم، ولی پروانه بدهید که جوانان ما، رزمندگان ما با تندرستی از خاک ایران بگذرند. بزرگان ایران این درخواست میپذیرند، میگویند بسیار خوب، شما جنگ افزار بر زمین بگذارید، همه با آسودگی بروید به خانه های خود. جوانان که آیین ایرانی نمیدانستند نگران میشوند که اگر ما جنگ افزار بر زمین بگذاریم، خب همه ما را خواهند کشت ایرانیان. ولی بزرگانشان، کسانی که با ایرانیان آشنایی دارند، میگویند نه، به جوانان میگویند نه، نگران نباشید، ز پیمان نگردند ایرانیان، هرگز اونا با ما پیمان بستند، پیمان نخواهند شد. و من خیلی خوشحالم افشین جان، تو نکته هایی را میگیری از این سخن و بالا میابره این سخنان رو که بسیار بسیار ارزشمند است. میگویی آیا این پیمانداری، دامنه پیمانداری آنچنان فراخ میرود که به کار پس از
فروپاشی این حکومت ننگین دامن و چیرگی مردم ایران بر این حکومت، آنگاه ما چه خواهیم کرد؟ همه را به دریا می‌ریزیم، همه را اعدام می‌کنیم، به زنان و دخترانشون تجاوز می‌کنیم. اگر چنین است، من هرگز خودم را یک ایرانی نخواهم دانست. من به ایرانی بودنم می‌بالم، چرا که نماد و فرهنگ رستم این نیست. رستم چنین نمی‌کرد، من هم نمی‌کنم، تو هم نباید بکنی. توی جوان ایرانی نباید چنین کاری کنی. ما میخواییم ایران را از این تاریکی به روشنایی روز برسانیم. بله، این نفرت و کینه و انتقام رو باید بریزیم دور دیگه. به همین آخوندا که میریزیم زبالدان تاریخ، اینا رو هم باید بریزیم تو همون زبالدان. سپاسگزارم از شما پدر عمر. تایی داری بعد. بدرود. بدرود.